مهمان بسیار ویژه‌ای دارم و بحثی را که با ایشون خواهم کرد خیال میکنم یک بحث استثنایی خواهد بود. بحثی در مورد دین، ادیان سامی، ادیانی که امروزه 95% مردم دنیا ازش حمایت میکنند و آیا این ادیان واقعا ادیانی هستند که به حقوق انسان احترام میگذارند یا نه؟ در اینجا قصد انتقاد از هیچ دینی نیست، اما قصد روشنگری است برای اینکه ادیان رو بهتر بشناسیم و به اون چه که ایمان داریم واقعا بهتر بشناسیمش. مهمان عزیز من آقای دکتر آزادراد هستن. بسیار خوش آمدیم به برنامه. خیلی خوشحالم که خواهش میکنم در کنار شما هستم و با بینندگان خوب تلویزیون اندیشه. خب اولا ما قبلا با هم صحبت میکردیم، روز گذشته نکات بسیار جالبی رو شما گفتیم که فکر میکنم برای بینندگان ما جالب باشه. اولا واقعا ادیان به حقوق انسان اهمیت میدن یا نه؟ هرچند که وقتی صحبت از ادیان مطرح میشه باید یک طبقه بندی بکنیم یا یک بین ادیان توحیدی و ابراهیمی و سایر ادیان. ادیان توحیدی و ابراهیمی بیشتر خدای سالار هستند و کوشش کردند که به انسان و به مردم جهان یا به پیروان خودشون خدا رو معرفی کنند، در حالی که پیام‌آورانی که مدعی ارتباط و الهام از طرف خداوند بودند صحبت‌های متناقض و متفاوتی زدن که نشون میده اینها یا دروغگو بودن یا اساساً خدا را نمی‌شناختن یا با استفاده از نام خدا، به خاطر که زمینه مثلا خدای باوری در جوامع بوده و اینا مشروعیت گفتار خودشون رو با امضا و به اصطلاح مدعیه که ما صحبت هامون با اسناد با گفتار خداوند یا الهام خداوندی مطرح میکنیم، ولی روی هم رفته وقتی که به طور دقیق ادیان ابراهیمی، یعنی از خود حضرت ابراهیم گرفته تا موسی و تمام پیامبران بنی اسرائیل تا برسیم به عیسی و محمد، در بین گفتارشون تضادهای بسیار زیادی است. برای که اگر که همه خدایان یا خدای واحد و یگانه مشترک بین همه اینا بود، حداقل اینها میبایست یک تعریف مساوی و هماهنگ از خدا ارائه میدادن و ندادن. در کتاب‌های مقدس یک بخشش راجع به پیغمبران دروغین صحبت می‌کنند. یعنی پیغمبران معتقدند که ما به امت‌ها یا پیروان خودشون مطرح کردن ما برحقیم، اما مواظب باشید که یه عده اصلا دروغ میگن پیغمبر نیستن. و رابطه تشخیص پیغمبران راستین و دروغین یه بحث است در مطالعات ادیان. اما برگردم به سوال شما که حاشیه نرم، متاسفانه در ادیان خدا سالار یا خدای مرکز تمام به اصطلاح هم و غم و انرژی پیام‌آوران در شریعتشون و در قوانینشون حول و حوش خدای سالاری بوده، در حالی که اصلا مشخص این خدا کی هست. و بعد به نام خدا حقوق انسان رو تضعیف کردن. یکی از فلاسفه معاصر، اتفاقا یهودی هم هست اما دیدگاه سیاسیش نه طرفدار سرمایه‌داری است نه طرفدار سوسیالیست، بیشتر انسانگراست، او بر این باوره که ادیان آزادی انسان رو سلب کردن و یکی از عوامل به اصطلاح مانع آزاد اندیشی انسان یا به آزاد اندیشیدن یا ایجاد جامعه باز، یکی از دشمنانش خرافات دینی است و دروغ‌هایی است که با نام خدا بر مردم تحمیل شده. و این خیلی میگه من یهودی هستم اما من نمیفهمم که موسی
با توجه به چه معیاری به خودش اجازه داده که بیاد و 3000 یهودی که نام دلشون میخواست خدایان سمبولیک داشته باشن، یعنی وقتی موسی 40 روز غیبش زده بوده، بله، اینا با برادرش میان و یک خدای سمبولیک درست میکنن و بعد موسی طبق تورات به اینا میگه که خب اونهایی که طرفدار خدای من هستن این طرف، اونایی که طرفدار خدایان سمبولیک هستن اون طرف، شمشیرها رو دست بگیرن هم دیگه رو بکشن. و این قتل در راه خدا یکی از بدآموزی های یهود به اسلامه، یکی از نکاتی که من دنبال کردم و یک امتیازی که میشه به پیغمبر یا مربی بهائیت داد این که این قتل در راه خدا و کشتن و کشته شدن در راه خداوند رو ملغا میکنه. حالا اگر نواندیشان یا روشنفکران یا متخصصان مسائل اجتماعی ایراد بگیرن، میگن خب اینا عوام قبولشون نمی کنن. اما حتما باید برای اینکه دروغهای به نام خدا رو با نام خدا این دروغها رو پاک کرد، شاید لازم بوده عنوان پیغمبر دنبالشون باشه که مردم باور کنن. اجازه بدید من یه نکته رو اینجا اعلام بکنم که اولا در این برنامه و در گفتگویی که با آقای دکتر داریم قصد این نیست که از دینی انتقاد بکنیم یا بگیم که یک دینی بهتر از دین دیگه است. قصد روشنگری است و اینکه بیشتر بدانیم و کورکورانه به دنبال بعضی از ایده ها نریم. آقای دکتر، به نظر شما واقعا با وجود دین و حکومت دینی میشه در یک مملکتی دموکراسی داشت؟ نه، ببینید، من فکر کنم اولین خلیفه اسلامی، حالا ممکن از دیدگاه فرق مختلف یا پیروان دیگه پاری از خلفا رو اصلا رد کنن قبول نداشته باشن، ولی اولین خلیفه که ادعا کرد که ما با دین و با قرآن و با تعالیم مذهبی نمیتونیم امپراتوری برقرار کنیم، یزید ابن معاویه است. یزید خب یزید ابن معاویه اتفاقا آقای فیلسوف ایرانی، فیلسوف اسلامی امام محمد غزالی، او معتقده که یزید یکی از پرقدرت‌ترین خلفا بوده و دامنه و گسترش به حکومت اسلامی رو از منطقه عربستان به نقاط دیگه به اصطلاح سرایت دادیم. اما همین خلفا در جریان خلافت بزرگترین مانع و مزاحمشون به اصطلاح مذهبیون بودن و به اصطلاح خانواده اهل بیت، و بنابراین ما میبینیم که تمام ائمه مورد احترام شیعه رو به یک صورت یا در زندان انداختن یا با مواد سمی اینها رو از راه خودشون برداشتن که داستان مفصلی داره. ولی روی هم رفته نه در اسلام و نه در یهودیت شریعتش و قوانینش با دموکراسی موافقت نداره و به گمان من یه عده از اسلام شناسان و یه عده از محققین هستن که روی اسلام مطالعه کردن و اساساً خب اینا مخالف اسلام یا مخالف دین هستن. یه عده هستن که خیلی دیگه از اون طرف حرکت کردن، مثل آقای پروفسور آربری، اصلا عاشق مثلا دین شدن و درباره اسلام و قرآن قلم فرسایی کردن. من معتقدم یک محقق نباید مغرض باشه، نباید مخالف باشه و نباید به اصطلاح کورکورانه به خاطر که دیدگاه و نظرگاه های قومی و جامعه رو تایید بکنه به دام و به دامن به اصطلاح باورهای عمومی بیفته. باید یک محقق بی‌طرفانه روی مسائل تحقیق کنه و دیدگاهش رو مطرح کنه. و بنابراین من ضمن مطالعاتی که روی اسلام شناسان خارجی و حتی اسلام شناسانی که یا محققین و مفسرین اهل تسنن و اهل تشیع مطالعه کردم، دیدگاه های همه رو مورد بررسی قرار دادم و کوشش کردم خودم در میان این راه ها راه متعادلی پیدا کنم. به همین دلیل
با این حکومت جمهوری اسلامی و اشتباهات فاحشی که در جریان به اصطلاح حکومت انجام داد و بازتاب منفی در ذهن جهان به وجود آورد، یه عده اصلا نسبت به دین و باورهای دینی حالت تنفری دارن و هیچ علاقه به اصطلاح نشون نمیدن، به خصوص نسل جوان نسبت به مسائل دینی و حتی نسبت به مراکز مذهبی. و یه عده اصلا معتقد هستن که ما دارای دو هویت هستیم، هویت ایرانی، هویت ملی و هویت دینی. برای به اصطلاح تحقق آرمان‌ها و هویت ملیمون میبایستی از هویت دینیمون فاصله بگیریم. من یه راه در این تحقیقات یه راه جدیدی پیدا کردم. آقای به اصطلاح رشاد خلیفه دو تا آیه رو انتخاب میکنه در قرآن، یکی آیه 62 سوره البقره است، یکی آیه 69 سوره مائده. و در این سوره، در محتوای این سوره میگه که مهم نیست که چه دینی دارید، یهودی هستید، مسیحی هستید، ستاره پرستید یا حتی لامذهبید، اگر اعتقاد به خدا داشته باشید و عمل صالح انجام بدید. عمل صالح در باور من به معنای کار نیک، اندیشه نیک و گفتار نیکه. عمل صالح، اگر معتقد به این دو باشید و به روز رستاخیز و روز قیامت هم معتقد باشید، اصلا نگرانی نداشته باشید، شما مطمئن باشید به بهشت خواهید رفت. بنابراین راه رو برای پایان دادن به جنگ و ستیز بین ادیان ابراهیمی، حداقل بین این سه دین، با این فرمول ارائه. من برای حل مشکل بحران هویت، هویت ملیمون و هویت دینیمون، معتقد نیستم که باید به باورهای مردم پرخاش و توهین کرد. من اون شیبه های که بعضی ها در نمیدونم تلویزیون قرآن پاره میکردن، توهین به پیغمبر اسلام میکردن یا به بزرگان دین، اساسا به این شیوه موافقت ندارم. معتقد هستم فردی که میخواد انتقاد کنه، نقد کنه یه دینی رو، اول باید اون دین رو بشناسه. یعنی شما نمیتونید تا قرآن رو نشناسید، تا تاریخ اسلام و فلسفه اسلام رو درک نکردید و مطالعه نکردید، اساسا به خودتون اجازه بدید که انتقاد بکنید یا نقد بکنید. من در مطالعات قرآن به دو واژه از قرآن آوردم بیرون. یکی عمل صالح به معنای همون کار نیک، همون اندیشه نیک و همون گفتار نیکی که زردوشت مربی بزرگ آریایی مطرح میکنه. یکی هم معتقد به وجود یک نیروی، حالا تعریف اون این نیرو و این خدا، هر کسی بر حسب شعورش تعریف از خدا داره. یکی از جامعه شناسان مثلا دورکیم میگه اگر گاوها قرار بود بشینن و درباره خدا فکر کنن و تعریف از خدا بدن، حتما خداشون دارای شاخ بود. بنابراین یه آقای می بودی پیروز داشتم دیروز برنامه‌اش نگاه می‌کردم، یه حرف جالبی زد، گفت به تعداد افراد و اندیشه افراد خدا وجود داره. شما در داستان موسی و شبان نگاه کنید، سه تا خدا یا سه نوع تصور از خدا رو در این داستان می‌بینید. تصور خدا در دیدگاه موسی، تصور خدا در دیدگاه یک شبان بی سواد، و بعد تصور خدای مولانا که به خدای شبان به علت اعتقاد و عشقی که این شبان با همه بی سوادیش با خدا داره، موسی رو وادار میکنه در این قالب این داستان که بره از شبان پوزش بطلب. به حال در این داستان زیبای مولانا تصور سه آدم، سه انسان از خدا مورد بحثه و اینها رو در کنار هم قرار میده و معتقده که خدا به زبان کاری نداره، به اصطلاح به دلت کار داره و به ایمانت کار داره. خدای مولانا است. هیچ کدام از این ادیان تعریف دقیق از خدا نداره. ببین مثلا خدایانشون شبیه خودشون بودن. مثلا خدا در دیانت یهود یه خدای حسود، به صراحت میگیم من خیلی حسودم، حسود و عصبانی است. ما نگاه بکنیم، وقتی مطالعه میکنیم روی شخصیت موسی، میبینیم یه آدم حسود و یه آدم عصبانی و دینار میل به آدم کشی شما در اصطلاح خدای این آدم میبینید، چون میل به آدم کشی در خودش وجود داشته. در
برمیگردیم خدای اسلام. محمد مستشرقین و اسلام شناسان غربی معتقد بودن که محمد یک بخش از به اصطلاح تأمین نیازهای اقتصادیش از راه چپاول بوده. بنابراین وقتی یک کسی حتی ابو سفیان مطرح کرده بود که من ایمانی به نه اسلام داشتم نه به محمد، اما به خاطری که اموالم، اموال تجارتی و کاروان تجارتی مورد تجاوز قرار نگیره، ناچار شدم اسلام رو قبول کردم که تأمین داشته باشم، اموال به اصطلاح خودم تأمین باشه و مورد تجاوز قرار نگیره. خب شما ملاحظه میکنید که در انتقاداتی که مطرح میکنن به خدای قرآن، در یکی از آیات میگه این خدا به قدری بزرگی که اگر تمام دریاها و اقیانوس‌های جهان مرکب بشه، گفتار و عظمت این خدا به پایان نمیرسه. خب خدای به این بزرگی در سوره انفال در سوره شماره 8 از محمد سوال میکنه تکلیف این اموال غارت شده و غنایم چی میشه؟ بلافاصله میگه این مال الله هست، یعنی خدایی که منتظر سهم چپاوله. به همین دلیل شما میبینید فردی که مقداری در زندگیش چپاول اموال دیگران بوده، خدای خودش رو در سهم چپاول مشروعیت میده. منظور میخوام بگم که این انتقاداتش که کردن، میدونید، نه اینکه من خدای نکرده میخوام به مقام پیامبر اسلام، نکات بسیار زیبایی در اسلام هست، در خود قرآن نکات بسیار زیبایی است که باید بهش توجه داشته باشیم، و همین اندازه که در یکی از آیه ها مطرح میکنه که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، یعنی بشارت بده به بندگان من که حرف ها رو گوش بدن. حتی نمیگه حرف کی، میگه حرف رو گوش کنید و شما این اندازه شعور رو خداوند بهت داده که بهترین رو انتخاب کنید. وقتی به انسان قدرت انتخاب داده میشه و به قدرت شعور و تمیز انسان در این آیه توجه میشه، این نشون میده که ما میباید حرفها رو گوش کنیم. بنابراین شنوندگان ما میتونن این کار بکنن، حرفها رو گوش کنن، بهترینش انتخاب کنن. برحال به گمان من یکی از نکات ضعف ادیان سامی، گرچه در خود قرآن به کرامت انسان اشاره میکنه، اما به طور کلی به انسان و آزادی انسان و آزاد بودن انسان و نابرابری زن و مرد به صراحت اشاره شده. یعنی تمام این ملاها و تمام نواندیشان مذهبی از آقای سروش گرفته تا آقای بازرگان تا آقای شریعتی، اینا کوشش کردن یه جوری ماسمالی کنن، ولی واقعیت اینه که در کتاب، این کتابی که به نام خدا هست، یعنی گفته خداست. به گمان من اگر خدایی وجود داشته باشه، گفتارش بالاتر از این که محتوای این کتاب هاست. یعنی نمیتونه در خود قرآن آیه 82 سوره نساء میگه که اگر در این کتاب شما تضاد دیدید، بدونید حرف خدا نیست. در خود قرآن پر از تضاد ما میبینیم. من میتونم در یک برنامه اصلا بیش از بالای 125 تضاد مهم در قرآن. حالا یه عده میگن نخیر این شأن نزول بوده و این در اینجا به این صورت اومده، ولی واقعا تضاد درش وجود داره و در حرف خداوند تضاد نمیتونه وجود داشته باشه. آقای دکتر عزیز، آنچه که امروزه دست و پای مردم میهن ما رو گرفته، حکومت دینی است و این حکومت دینی که البته شما راجع به دین صحبت میکنید، اما باید دینمون رو بهتر بشناسیم، باید کتاب مقدسی رو که بهش احترام میگذاریم بهتر بشناسیم، شاید به نظر من باید همه ادیان رو بشناسیم، حتی ادیانی که قبل از حمله اعراب در ایران بودن، ادیان ایرانی، ادیان ایرانی که بسیارش وقتی که مقایسه میکنید شاید مطالبی رو که میگن خیلی بالاتر از بعضی از ادیانی باشه که به وجود آمد و به ما حمله کردن و در ایران رسوخ کردن. اونچه که الان برای ما مطرحه حکومت دینی است و خرافاتی که دست و پای مردم ایران را آنچنان گرفته که شاید گاهی اوقات نمیتوانند به درستی راه خودشون رو پیدا بکنن،
وقتی که میگن که چاهی وجود داره که 1400 سال پیش شخصی در آنجاست و خیلی ها با ایمان به سراغش میرن. اما در اینجا یک نکته ای رو من بگم که وقتی که شما لطف کردین راجع به دین اسلام صحبت کردین، این صحبت شما و بحثی که ما میکنیم بر این باور نیست که احتمالاً دین خاصی رو ما سراغ داریم که از این دین بهتره یا دین از اون دین بدتره. در اینجا همه ادیان رو باید شناخت و دوستانمون که یهودی هستن حتما اونها دین خودشون رو بهتر میشناسن. نکته ای رو که شما فرمودید در موقعی که موسی به کوه رفت برای اینکه 10 فرمان رو بیاره و کسانی که پیروانش بودن در پایین کوه بت ساختن، یک بت از طلا ساختن که به این ایمان بیارن. نکته بسیار جالبی رو شما مطرح کردید که اگر واقعا یک روحیه دموکراسی بود، خب یه عده‌ام دلشون میخواد این مجسمه رو بپرستن. اما جانم و به جان هم افتادن. در اینجا قصد انتقاد از هیچ پیامبری نیست و امیدوارم که سوء تفاهم نشه، اما متاسفانه امروزه در ایران حکومتی است که دین رو مطرح کرده و دین به دست و پای مردم آنچنان پیچیده که نمیتونن آزادی و دموکراسی و سکولار رو حس بکنن و داشته باشن. ببینید، نکته بسیار جالبی رو مطرح کردیم. ما با دین عبد، ما برای دین هستیم و دین برای ما. واقعیت امر اینی که یه عده با برگردیم سر مسئله خدا. اگر ما خدا را نشناسیم، که هنوز پیامبران و کتاب ها هم نشناختن، بنابراین درباره خدا و یا مشروعیت دادن به صحبت های و یا کلامی در کتاب به خداوند حرف مفته. ما با اول ببینیم خدا چی هست. خیلی جالب، یک دعایی من میرم بنجاد امام، حالا صحبت شد، این آقای نمازخوار من خیلی دوستش دارم به خاطر که همین به مراسم ایرانی احترام میذاره و همین به همه ادیان احترام میذاره و کوشش بر این است که ایمان رو بکنه مرکز مطالعات و پژوهش‌های ادیان و به همه ادیان، مهم نیست که یهودی یا مسیحی یا پیروان دیگه، در اون مرکز خوش آمد گفته میشه، چون اونجا یک پیامی رو آقای نمازخواه معتقد و من در این راستا حاضر شدم با تمام جان و دل باش همکاری کنم و کمکی داشته باشم در این راستا، و اون این که دین نباید باعث نفرت و کینه بین پیروان ادیان دیگه باشه. بنابراین پیامی که بشه بین پیروان همه ادیان، مهم نیست یهودیت، مسیحیت، اسلام و هر دین دیگری، ما به خاطر اینکه فردی پیرو دین ما نیست نسبت بهش کینه داشته باشیم، نفرت داشته باشیم یا مثلا اون رو نجس بدونیم، این یکی از به اصطلاح عوامل تفرقه و مشکل ساز ادیان در روابط اجتماعی است. بنابراین ما معتقدیم دین باید سبب الفت و آشنایی و احترام متقابل به هم دیگه بشه. البته قرآن یک نکته خیلی جالبی رو داره در سوره حجرات، سوره 49 آیه 13، در مورد اختلاف پاسخ میده که چه کار باید بکنیم. میگه که ما افراد رو از قبایل مختلف، شعبه های مختلف و نژاد های مختلف و رنگ های مختلف و زبان، خیلی خوب میگه شما وظیفتون این است که لتعارفو، یعنی بشناسید، یعنی در به اصطلاح دایورسیتی اختلاف مهم نیست، مهم اینه که تو باید در ارتباط با این اختلاف بری و با اینها آشنا بشی. بنابراین کلید این اختلاف رو آشنایی و شناخت همدیگر مطرح کرد، نه جنگ و جدال و نفرت. خب دقیقا مشکل این کتاب ها اینه که ای کاش اینی میگفت و دیگه چیز دیگه نمیگفت، ولی جای دیگه چیز دیگه میگه درست مغایر و مخالف به این، و این هست که یک مقداری مردم سرگردان شدن. بنده معتقد هستم به باورهای دینی مردم، تو اونجای که بکنه داره
من کاری ندارم، هر کسی خدای خود، یعنی برمیگردم به کلام کورش، میگه بذارید مردم خود هر خدایی رو معتقد هستن، هر تمپلی رو که میخوان برن آزادن، و انسان در معتقدات دینیش در یک جامعه دو ملکی آزاده، یعنی در یک جامعه آزاد آدم آزاده که بدین باشه یا با دین باشه، و لزوما اگر میخواد پیرو دینی باشه حکومت این حق رو نداره که دیکته کنه به افراد که باید پیرو کدام دین باشید. بشر این آزادی رو داره. حتی در خود قرآن من گاهی اوقات آیه هایی میگم که به پیغمبر میگه به تو مربوط نیست، وظیفه تو بلغ به ما اون تلالک، وظیفه تو اینه که اون چی که ما به تو وحی میکنیم تو اینو به مردم ابلاغ کن. وظیفه پیغمبر نبوده که سر نمیدونم 700 یهودی رو از تن جدا کنه، وظیفه پیغمبر نبوده که حکومت کنه، نه حکومت کردن نه آدم کشی جز وظایف هیچ کدوم از پیغمبران نیست. و بنابراین اگر نقدی باید بر اسلام و یا بر پیغمبر اسلام بشه، در شیوه حکومت و در مسئله خونریزی انسان در راه خداست. در هیچ جا خدایی که این همه انسان رو دوست داره، و اگر خدا رو به عنوان یه هنرمند بدونیم، هنر انسان، آفرینش انسان یکی از هنرهای خداست که طبق گفته قرآن تمام فرشتگان رو از بالا میفرسته که در پیشگاه این آفرینش سجده کنن. وقت بعد این مغایره با اینکه یه عده به نام دین در حقیقت خونریزی کنن و این انسان رو به اصطلاح به هستیش و به حیاتش پایان بدن. اینا یه سلسله نکاتی است که من معتقد هستم. ببین بدون اینکه ما برگردیم اصلا توهین بکنیم، هرگز من معتقد به هیچ عنوان چون با توهین پرخاش هیچ مسئله حل نمیشه. باید شناخت، باید نشست مطالعه کرد و راهی رو پیدا کرد. البته نواندیشان راههایی رو ارائه دادن، ولی مردم عامی هنوز با این نواندیشان نتونستن ارتباط برقرار کنن. و باید یه عده معتقدن که نواندیش کاری نمیتونه بکنه، باید حتما یه دین جدید باشه، حتما یه آیین جدید باشه، حتما یه آدمی ادعای پیام آوری کنه که این به اصطلاح مجوز رو داشته باشه یا این کوالیفای باشه یا دارای این شرایط باشه که با نام خدا دروغ‌هایی رو که به نام خدا در جامعه مطرح شده اینا رو پاکسازی کرد. این هم یک بحثی که میشه بین اصطلاح نو اندیشان مورد بحث قرار داد. به هر حال انسان نیاز به آزادی داره. اون دانش فیلسوفی که بهش اشاره کردم آقای کارل پوپره، معتقدی که ببینیم که یک جامعه باز، یک جامعه آزاد دشمنش کیا هستن. یکی از دشمنان جامعه باز خرافاته، یا به دروغ پشت نام خدا حقوق انسانی مردم رو، تساوی حقوق زن مرد رو و بسیاری از مثلا حقوق دموکراسی انسان رو در حقیقت مخدوش و محدود میکنن. یکی از مشکلات مثلا حکومت های مذهبی همینه. فرق نمی کنه اگر هر مذهبی که بر حکومت قرار بگیره، مگر کلیسا نبود که قدرت کلیسا در قرون وسطا چه جنایاتی انجام دادن و چطور دانشمندان، فلاسفه، منجمین رو مهار کرده بودن، به اجازه اندیشیدن بهشون داده نمی شد. و ما دیدیم پول دوم به اصطلاح رهبر کاتولیک های جهان به صراحت اعلام کرد در سال 2011 بود که ما اشتباه کردیم. من معتقدم حکومتگران ایرانی باید به این مرحله برسن، به مردم، از مردم پوزش بخوان، برن دنبال راه خودشون، چون مسئله تخصص و تعهد قاطی شده. شما نمیتونید به خاطر اینکه مؤمن هستید و متعهد میخواید باشید، اگر تخصص نداشته باشید این خرابکاری هایی میشه که به وجود آمد. من یادم میاد در یه مصاحبه از آقای بهشتی یه سوال شد، یکی از این نواندیشان، گفت خیلی خوب، ما معتقدیم که باید کار رو به افرادی که دارای ایمان و تعهد نسبت به جامعه یا به خدا هستن یا به قوانین خدا هستن داد. ولی از شما سوال میکنیم، یه آدمی که خیلی متدینه، خیلی هم متعهده، ولی آقا رانندگی حالت نیست، شما ماشین رو دست این میدید که رانندگی کنه، حاضر خانواده تو توی ماشین بذارید؟
بهشتی نست باز جواب بدین. بنابراین در عصر تخصص ها من معتقدم باید متخصص کارش انجام بده. نه هر کسی 50 متر پارچه رو کلش گذاشت و 4 کلمه عربی مثل بنده رفت تو قم خوند به خودش اجازه بده که برای 80 میلیون نفر تصمیم بگیره. در هیچ جای قرآن، در هیچ آیهی، در هیچ کتابی چنین اجازهی به هیچ فردی داده نمیشه که برای 80 میلیون نفر تصمیم. به گمان من اصلا ولایت فقیه مغایر قرآن، مخالف قرآنه. من میتونم ثابت کنم در برنامه در اختیارم قرار بدن توضیح بدم که اصلا ولایت فقیه مغایر با فرامین اسلامی و قرآنه و کلاه بزرگی سر مردم گذاشته شده. تشکر میکنم. اون چرا که کمتر بهش توجه میکنیم علمه که این روزها خیال میکنم باید بیشتر بهش توجه بکنیم و باور علمیه نه باور خرافی. این نکته بسیار جالب و خطرناک، من همیشه یک کلمه خطرناک رو هم با جالب دنبال میکنم، اما یادمون باشه باید سعی کنیم که بیاموزیم، بیشتر بیاموزیم و تعصب روی هیچ نکته ای نداشته باشیم. زمانه علمه، زمانه تحقیقه، زمانه ایست که بیشتر باید بدانیم. صحبتمون رو میخواستم با آقای دکتر آزادراد ادامه بدم، اما در آغاز برنامه قرار بود که چند دقیقه با یک خلبان صحبت بکنم. چرا؟ برای اینکه در ماه سپتامبر هستیم و واقعه 11 سپتامبر رو که 16 سال پیش وقتی که من از روی تلویزیون فرو رفتن یک هواپیما رو به ساختمان بلند نیویورک دیدم، واقعا آقای آزادراد فکر کردم که یکی از فیلم‌های جیمز باند رو دارم می‌بینم. منم آدم کشی در راه خداوند، در تبلورش اینه که یه آدم متعصب که شستشوی مغزی شدن و باور کردن که اینجا کشور کفاره و باید به کفار ضربه زد و اون جوانانی که دست به چنین اقدامی کاری زدن به زیر تاثیر همون شستشوی غلط کشتن و کشته شدن در راه خداوند کار رو امروز می‌بینیم. تبلورش همون سپتامبر 11 که اگر بخوام بررسی کنیم، البته آمریکا نمیخواد انگیزه دینی این مسئله رو بررسی چیز کنه، باز کنه، و حتی این افراد متعلق به کدام کشور هستند هم برای آمریکا از لحاظ سیاسی مقرون به صرفه نیست. بله اینا مشکله. بله مشکلی است. ولی واقعیت امری که یک محققی که در ارتباط با مسائل اجتماعی دین حرکت میکنه، عواقب این اصطلاح کشتن و کشته شدن و خونریزی در راه خدا رو باید برده بررسی قرار بده و نتیجه رو ما داریم در سپتامبر 11 میبینیم. کاملا درسته. مهمان دیگر من که با حضور آقای دکتر آزادراد با ایشون صحبت میکنم، آقای دکتر در حضور آقای دکتر صحبت میکنم، آقای علی فروغی کاپیتان هستن، خلبانی که متخصص هستن، و آنچه که برای من همیشه جالب بوده این بوده که کسانی که چند ماهی تمرین کرده بودن برای خلبانی این کار مشکل و با هواپیماهای بسیار عظیمی 767 تا اونجا که من میدونم چگونه با این دقت تونستن فرو برن به ساختمان. آقای کاپیتان فروغی عزیز درود میفرستم به شما. درود فراوان به شما و بینندگان محترم تلویزیون اندیشه. ممنونم. اولا محبت کردین، من میدونم با مشکلات فنی که در منزل داشتین و با مشکلاتی که وجود داشت محبت کردین و بالاخره در همین زمان برنامه هم میتونیم با هم صحبت داشته باشیم. آیا واقعا کلاس های خلبانی وجود داره که یک نفر میتونه یک هواپیما رو بدزده و بعد بیاد با این دقت بنشینه پشت جایی که همون جایی که خلبان مینشینه و این نیم دایره عجیب رو طی بکنه و هواپیما رو به ساختمان فرو ببره؟ هیچ کسی که تعلیمات ابتدایی پرواز رو دیده یا 100-200 ساعت پرواز داره با هواپیمای کوچیک ملخدار، به هیچ عنوان نظر من قادر نخواهد بود که بیاد اون هواپیما رو هدایت کنه بزنه به این تیر به اصطلاح برج‌های دوقلو.
حتما این آیون در یک سیمیلیتور در یک جایی در دنیا اینا مدت‌ها روی سیمیلیتور هواپیمای 767 و بوئینگ 757 تمرین کردن و این سناریو رو مرتب تمرین کردن تا بتونن انجام بدن. آیا واقعا جایی هست که این گونه تعلیم بده در کلاس‌هایی که مربوط به یادگیری خلبانی هست که بتونن این کار رو انجام بدن؟ بله خیلی جاهای مختلف هست که شما زمان می‌خرین، ساعتیه فکر کنم ساعتی 3-4000 دلار روشه می‌خرین و این کار رو ادامه میدیم. من فکر می‌کنم اینا در یه جایی در خاورمیانه این کار رو کردن، به احتمال زیاد در عربستان سعودی تونستن این تمرین ها رو انجام بدن. آخه ببینید این تمرین و یادگیری خلبانی چیز کوچیکی نیست که مثلا در یک خانه یا در یک جایی بشه انجام داد. پرواز کردن با هواپیمای غول‌پیکر جا میخواد، فرودگاه میخواد. من همیشه در حیرتم که چگونه این کار انجام شد. عرض کردم بزرگتون همونطور که خدمتتون عرض کردم اینا با اون سابقه پروازی که داشتن هرگز قادر نخواهم بود که این کار انجام بدن. اینا حتما و حتما یه جایی روی سیمیلیتور فلایت سیمیلیتور هواپیمای 757 و 767 اینا تمرین کرد و تمرین رو به صورتی است که درست مثل وضعیت معمولی میمونه. یعنی شما اصلا فکر نمیکنید که داخل یه باکس نشستیم در این تمرینات انجام میدید، همه چی به صورت واقعی انجام میشه. از بده من در رجوع این کانسپیرسی تئوری یه صحبت هایی از کنم خدمتون. کپتن جیسون دال و کپتن ویکتور ساراسینی دو تا خلبان کپتن یونایتد بودن که در این حادثه کشته شدن. اینا هر دو همدوره من بودن زمانی که ما در یونایتد با هم شروع کردیم. بنابراین این که بعضی ها میگن این همچین چیزی وجود نداشته اینا کاملا غلطه، همچین اتفاقی افتاده. برای اطلاعاتون من نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی من این پرواز شماره 175 باستون به لس آنجلس رو خودم مرتب انجام میدادم. حتی ماه قبلش هم که به سال اورکشی برنامه ها میشه من پرواز 775 بهم افتاده بود که همون دو سه روز بعدش تونستم عوض کنم، چون علاقه من بودم بیشتر برم اینترنشنال. پروازم با پرواز به سال گواتمالا و کوستاریکا انجام دادن که متاسفانه اون دوست من مجبور شد این پرواز رو انجام بده. بعد در روز سال 9/11 من تقریبا همزمان با اونا در مسیر گواتمالا و سن حوزه کوستاریکا پرواز میکردم. در این موقع تمام سیستم یونایتد میخواست به تمام هواپیماها در خبر بده که هر چه زودتر در هر جایی که هستین در نزدیکترین فرودگاه بشینید. منتها 4500 پرواز داره یونایتد در روز و این سیستم قادر نبود اینو تحمل کنه. بنابراین تو سیستم من اومد یه چیزایی که قابل درک نبود. خوشبختانه من یه رو بیسته بعدش نشستم و وقتی نشستم فهمیدم که چه فاجعه‌ای به وجود اومده و مدت 5 روز در سن حوزه من سرپرست 17 تا کرو بودم که همش از صبح شب گریه میکردن و دعا میکردن و اینا. خلاصه من تونستم رویهشون رو حفظ کنم و به سلامت برشون گردنم به لس آنجلس. اجازه بدید یک نکته رو بگم. ما ایرانی ها همیشه در مورد وقایع مهم فکر میکنیم چیزهایی رو میدونیم که حتی حکومت نمیدونه. از جمله بعد از این واقعه خیلی ها بحث میکردن که گویا بمب گذاشتن زیر اون ساختمان و فرو رفتن این هواپیما نمیتونست این ساختمان به این بلندی رو به این روز بندازه. و حتی یک نفر با من صحبت میکرد میگفتش که این هواپیماها ماکت بوده و درست کرده بودن و من نمیدونم. خیلی جالبه که یک ماکت 767 یا 757 بشه درست کرد و حتی
بسیاری از دوستانمون، حتی یک دوست ما همسرش رو در این راه از دست داد و اینها، و شایعات بسیاری در این مورد درست کردن. اما واقعیت اینه که 4 هواپیما، 2 به این 2 ساختمان رفتن، یکیش به ساختمان پنتاگون برخورد کرد و یکی در راه شیکاگو سقوط کرد. همه این 4 یونایتد بودن آقای کاپیتان فروغی؟ نخیر، دو تا یونایتد بود که یکیش در پنسیلوانیا سقوط کرد، یکیش هم به برج اول خورد. دو تای دیگه امریکن ایرلاین بودن که یکیش به برج دوم خورد و دومیش هم به ساختمان پنتاگون. بله. در این مورد بعد توضیح بدم که لیدرشپ در سر رهبری در کاخ سفید بسیار در این مورد ضعیف بود، چون بعد از اینکه اول برج خورد، اینا بایستی دستور میدادن که هر هواپیمایی که از مسیر خارج میشه به اصطلاح توسط هواپیمای شکاری منهدم کنن، و اینا مردد مونده بودن که این کارو بکنن این کار نکنن، و اگه این کارو کرده بودن لااقل اون برج دوم به وجود نمیومد و اون مسئله پنتاگون به وجود نمیومد. ممنونم از لطف و محبتتون آقای کاپیتان فروغی عزیز، که برای من جالب بود که در همون ساعت هم که این واقع اتفاق افتاد شما در گوشه دیگری پرواز میکردیم. براتون آرزوی عمر طولانی و موفقیت‌های بیشتر دارم و همیشه خیال میکنم که کسانی که هواپیماها رو هدایت میکنن انسان‌های از جان گذشته و قابل احترامی هستن که همیشه در خدمت مردم هستند. ممنونم از لطف و محبتتون و از اینکه در برنامه شرکت کردین، و خیال میکنم برای ما هم جالب بود که این واقعه چگونه اتفاق افتاد. ممنونم آقای دکتر. خواهش میکنم. درود بر شما. خب نکته ای رو که قبل از اینکه صحبت بکنیم با آقای دکتر فروغی، فرمودید که در مورد تعصب و مقصویی بعضی ها که حتی جانشون رو فدا میکنن، یعنی اون افرادی که سوار این هواپیماها شده بودن آنچنان مقصویی شده بودن که آگاهانه میدونستن که جانشون رو دارن از دست میدن. ببینید، این نکته جالبی رو من در مطالعات ادیان به دست آوردم. ما اون مسئله شأن و نزول و موقعیت و شرایط یک فرمان به نام خداوند. می‌بینید پیامبر اسلام در آغاز با سایر ادیان رابطه خوبی داشته، قراردادی باشون می‌بنده، حتی با طوایف یهود مثلا در یثرب در مدینه، و در خود قرآن می‌بینیم که نسبت به یهودیان به عنوان قوم برگزیده و پیغمبرشون و کتابشون یه احترام خیلی زیادی قائل از طرف خدای محمد با این قوم. اما بعد در طول به اصطلاح 23 سال دعوت پیغمبر، و به خصوص زمانی که مهاجرت میکنه از مکه به مدینه میاد، با این قوم در حقیقت تغییر رفتار میده به دلایل، وارد بحث تاریخیش نمیشیم. اینجا یک انتقادی که مطرح هست، برخورد مضاعف و دوگانه محمد به قرآن نسبت به سایر ادیان یا اقوام دیگه است. بعد پیغمبر مجبور میشه در بعضی از غزوات و جنگ ها با اینها روبرو بشه، و حتی با کفار و قریش. آیه های اومده که مثلا فرض کنید تشویق کرده که شما اگر بیاید در جنگی با کفار در اون زمان کشته بشید، تصور نکنید، آیه قرآن، تصور نکنید که مردید، اینهایی که در راه خدا کشته میشن اینها زنده هستن. یه عده از مفسرین معتقدن این بخش از پیام مربوط به اون زمانه. شما الان نمیتونید بیاد خودت رو به کشتن بدی یا دیگری رو بکشید با توجه به این فرمان. یعنی این نکات بسیار، ولی واقعیت همینه که این مسائل سیاسی و مسائل دینی اساساً مخلوط شده، و من فکر کنم همین سیاستمداران همین دینمداران رو دچار کانفیوزی کرده، دچار سرگردانی کرده. و من سعی میکنم در مسائل سیاسی خیلی، چون تخصصا ندارم، دخالت نکنم، ولی
من در یکی از این برنامه های 60 منت نشون میداد که در افغانستان تبلیغ میکنن به خانواده های مسلمان که شما نمیخواید بچه هاتون در راه خدا بدید، او به ادامه میگذارم بله من در راه خدا بدیم، و در یک کلاس 100 نفره نشون میداد، دیتیلش نداد، فقط کلاسی نشون داد و معلمش نشون داد در یک فرصت که اینها دارن دوره های به اصطلاح بام افکنی و به خود بام بستن و چجوری برن داخل نمیدونم جوامع خودشون منفجر کنن و دیگران. و اگر چنین کلاسی رو خب سازمان های جاسوسی یا خود آمریکا میدونه چطور جلوش نمیگیره؟ بنابراین همچی کلاسی در افغانستان برگزار شده بوده که خیلی از اینها رو در جبهه های مختلف جنگ ها ازشون استفاده میشه، شستشوی مغزی به جوانان به اصطلاح ناآگاه دادن که تو در راه خدا شهید خواهی شد و بعد به بهشت میری. همه کاری که جمهوری اسلامی در آغاز انقلاب در جنگ بین ایران و عراق خیلی از افراد ناآگاه و بچه های روستایی رو روی مین فرساد و بکشتن داد. فلسفه دین اگر بخوام از دیدگاه دقیق حرکت کنیم، کشتن و کشته شدن فرمان خداوندی نمیتونه باشه. یا اگر هم بوده در اون شرایط امروز قابل اجرا نیست. بسیاری از محققین، مفسرین و یا اسلام شناسانی که بیطرف به مسائل دینی حرکت میکنن این نوع تعالیم رو در واقع تعالیم اخلاقی و شرعی نمیدونن. بنابراین خداوندی که برای انسان و حیات انسان ارزش قائله به این سادگی هم جانش رو نمیخواد از دست بده. اساسا خودکشی در شریعت یک کار حرامیه. شما نمیتونید به بدنی که اگر بپذیریم طبق باورهای دینی که این بدن رو هدیه خداوند به انسانه، تو باید در حفظ این بدن کوشا باشی. بنابراین مسئله خودکشی و یا دگرکشی در دین یکی از معضلات به اصطلاح که حتی نو اندیشان هم درست نتونستن تفسیر کنن. آقای شریعتی من بهش انتقاد کردم، گفتم که شما در یه جا از ژان پل سارتر صحبت میکنه و فلسفه اگزیستانسیالیست. اگر شما پیرو مکتب اگزیستانسیالیست هستید، اگزیستانسیالیست معتقد به اصالت انسان و تقدم ماهیت بر وجود، تقدم وجود بر ماهیت و اهمیت انسان، و حداقل ژان پل سارتر اصلا اعتقادی به این چیزا نداره. و من این تضاد رو در نوع اندیشان مذهبی خودم میبینیم. از یه طرف شما خودت رو طرفدار ژان پل سارتر و فلسفه اگزیستانسیالیست مطرح میکنید و افتخار میکنید که شاگرد ژان پل سارتر، از یه طرف تبلیغ شهید شدن مطرح میکنید. اصلا شهید شدن و اصالت وجود دو کاتگوری ضد هم اصلا با هم تلفیق نمیکنه، با هم همخوانی نداره. این تضادها متاسفانه در اندیشه های نو اندیشان ما هم هست، نو اندیشان دینی مثل شریعتی ها. و این به اصطلاح تضادها و این گمراهی ها و این به اصطلاح غبار هایی که در شیوه اندیشیدن و یا شیوه برداشت از باورهای دینی به مردم تلقین شده جوانان رو گمراه کرده. اصلا یه عده معتقد هستن که اگر پیام‌آوران نیامده بودن شاید بشر با شعورش، با قدرت فهم و آگاهیش و اندیشش بهتر میتونست معضلات رو و مشکلات خودش حل کنه. امروز بشری که از دوران قارنشینی به مرحله رسیده که هوش مصنوعی درست میکنه و یه دستن معتقدن این انسان اینقدر بزرگ که خدا را آفرید، پس گنده تر از خداست. اگر آفرینش خدا به وسیله انسان باشه، پس آفریننده خداوند از خود خداوند پرقدرت تره. بنابراین باید برگردیم به هر حال زمینه که احترام به ادیان باید گذاشت، به باورهای دینی مردم کاری نخواهیم داشت. و من در این باور هستم. به اون خانم پیرزن پیرمردی که معتقده برای اون هیچ برنامه‌ای نمی‌تونه بذاریم، اون بره نمازش بخونه، اطاعتش بکنه و ایمانش رو داشته باشه، اون ازش بگیری چیز دیگه نداری بهش بدی. اما اونهایی که به اصطلاح برای حفظ منافع سرمایه‌داری در خاورمیانه مسئله نمی‌دونم اسلامی کردن منطقه
و قدرت دادن به نهادهای مذهبی رو برای جلوگیری از کمونیست و سوسیالیست نسخه نوشتن به نام برخورد تمدن‌ها آقای هانتینگتون، من بکنم اشتباه کردن. مسئله تئوری آقای ساموئل هانتینگتون، استاد حقوق سیاسی هاروارد و در زمان آقای کارتر، کارتر هم خودش آدم مذهبی بود، پذیرفتن این تئوری فاجعه بزرگی رو در خاورمیانه به وجود آورد. و من فکر کنم سرمایه‌داری به این واقعیت رسیده که اشتباه کرده که از باورهای دینی مردم داره به اصطلاح طرح‌های سیاسی رو عنوان میکنه که به قول خودش بتونه سوسیالیست رو در جهان مهار کنه به وسیله باورهای دینی. یک تئوری بسیار غلطی است که من 100% بهش موافق نیستم، و این تئوری باعث شده که مردم حتی ایمانشون از دست دادن و در زمینه مسائل حتی خداشناسی و مسائل روحانی دچار کانفیوزینگ و سرگردانی شدن. علی حال من به نتیجه گیری برسم از صحبتام، من در کتاب قرآن دو واژه رو انتخاب کردم، یکی کلمه عمل صالح، یکی هم کلمه عزیز الحکیم. عزیز الحکیم دقیقاً به معنای اهورامزدا است و در بسیاری از آیات قرآن میگه یسبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، یعنی ستایش خدای بزرگ را که او اهورامزدا است. کلمه اهورامزدا در ریشه سانسکریت و من با بسیاری از واژه شناسان از آقای انقطاع زنگ زدم صحبت کردم، گفت تقریباً کاملا درسته. واژه عزیز الحکیم بسیار از مفسرین یک نوع به اصطلاح دیدگاه مجوس ستیزی و ایرانی ستیزی و آریای ستیزی درشون دیده میشه، و حتی علمای ایرانی هم در تعبیر و تفسیرهای خودشون از این به اصطلاح مقوله مستثنا نیستن. و شما وقتی نگاه بکنید آقای مثلا مطهری با همه این یاد بیزاش باورهای ملی رو یا مراسم ملی و سنتی رو مورد انتقاد قرار میده، نشون میده که در حقیقت آریایی ستیزی یا مجوس ستیزی و یا دینهای آریایی رو مورد نفرت قرار دادن و در ردیف مشرکین و کافرین قرار دادن، این یک نوع بدفهمی و بدتفسیری است از ادیان به خورد مردم و به ناخودآشار دینی مردم القا کردن. این نکته است که من معتقدم وظیفه و مسئولیت یک نوع اندیشی است که بدون توهین کنه به باورهای هیچ کس، اما روشن کنه راه به اصطلاح دموکراسی رو برای نسل‌های آینده. ممنونم. من خیال میکنم چند تا نکته در صحبت‌های شما بود که باید روش بیشتر غور کنیم. یکی این که نکاتی رو که برای زندگی در ادیان در زمانه خودشون درست کردن و قوانینی رو که درست کردن، قوانین دینی مربوطه به 1400 سال یا 3000 یا 5 سال پیش یا غیره و غیره، به هر حال بیشتر یک قوانین محلی است برای افرادی که در اون نقطه احتمالاً پیامبری ظهور کرده، مثل مسائلی که در مورد دین اسلام هست، در مورد زنان، در مورد ارث رسیدن، در مورد بسیاری از نکاتی که امروز دست و پای قوانین رو در کشورهای مثل ما گرفته و میبینیم که چگونه میخوان به زور این قوانین 1400 سال پیش رو در این زمانه ما به مردم تحمیل بکنن. و این نکته ایست که خیال میکنم به هر حال باید روش انگشت گذاشت و روش توجه کرد. اما یادمون باشه اگر اون فرضیه اولیه که با هم صحبت کردیم قبول داشته باشیم که دین نباید در سیاست دخالت بکنه و بله و جدایی دین از حکومت باشه و حکومت‌های سکولار و هر کسی با هر دینی، با هر آیینی، با هر اعتقادی قابل احترامه، به شرطی که آزارش به کسی نرسه. اینجا را نیفته یواشکی دیگه ما دین رو توی جای دیگه سرش رو ببره متاسفانه.
اما یک نکته ای که شاید وقتمون کمه فقط یک اشاره بهش بکنیم اینه که چگونه شد که یک دفعه در مملکت ما و اون منطقه و ظهور داعش و بسیاری از مسائل دیگه یک بار تاریخ جهان رو ورق زد به طرف یک آدمکشی، به طرف یک جنایات بسیار عجیب و غریبی که شاید تا قبل از اینکه این مسئله حکومت اسلامی در ایران و حمله احتمالاً آمریکا به عراق و غیره ایجاد بشه اینقدر شدید نبود که الان مسئله مطرحه در دنیا. ولی در مورد تئوری آقای هانتینگتون مطرح شد، آمریکا و انگلیس در افغانستان و در لهستان به گمان خودشون این تئوری رو موفقیت آمیز تلقی کردن، یعنی در افغانستان با اسلحه دادن به مجاهدین افغانی به گمان خودشون سربازان روسی رو بیرون کردن، در حالی که روس‌ها معتقد بودن که افغانستان آمادگی سوسیالیست رو نداره، برای که اونا یک تئوری دیگری هست که باید برای رسیدن به سوسیالیست گذار سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری رو تجربه کرد. یک جامعه که هنوز در حالت فئودالی هست از نکته نظر به اصطلاح بافت اقتصادی اجتماعی به مرحله سوسیالیست نمیتونه برسه. اینا به این مسئله رسیدن که کارشون در افغانستان به اصطلاح یا در خاورمیانه زوده. اما آمریکا فکر به گمان خودش رو پیروز میدونه که با اسلحه دادن با مجاهدین افغانی در حقیقت منافع خودش رو در خلیج فارس و یا جلوگیری کردن از روسا به آبهای گرم حفظ کردن. در لهستان هم با تحریک کارگران به گمان خودشون سوسیالیست و دولت کمونیستی رو منحل کردن و به گمان خودشون با مذهب با اسلحه مذهب موفق شدن، اما در طولانی مدت به گمان من سرمایه‌داری با شکست مواجه خواهد شد. برای که دوران حکومت مذهبی طولانی نمیتونه باشه، به ویژه با سرعت این ابزارهای ادوکیشن که در اختیار جوانان هست، تکنولوژی به اصطلاح امروز که شما امروز صحبت میکنید و بچه‌ها و روستاهای ایران هم صحبت شما رو میشنوند، با این شرایط اجتماعی شما نمیتونید مردم رو در دوران 1400 سال نگه دارید. بنابراین اونهایی که بخوان از مذهب استفاده کنن برای حفظ منافع خودشون در طولانی مدت با شکست مواجه خواهند شد. واقعیت امر اینه که یک به گمان من یک حکومت باید سکولار باشه و در این حال آزادی پرکتیس مذهب هم به مردم بده، هر کی میخواد هر مذهبی میخواد داشته باشه، اما یک مذهب به خصوص نمیتونه در حقیقت غالب باشه در یک جامعه دموکراتیک بر بقیه، و نمونهش که در جامعه خودمون دیدیم. من بر این باورم که حکومت، توجه میکنیم، برخلاف تفسیر غلطی که آقای خمینی از سوره نساء آیه 58 کرد، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر لزوما به معنای حکومت فقها نیست، اولی الامر لزوما به معنای حکومت مذهب بر مردم نیست. این تفسیر بسیار عجولانه و غلطی است که به مردم تحمیل شد و دریغا انتقاد بزرگی که به نوع اندیشان مذهبی مثل آقای سروش و بازرگان و آقای مشتد شبسته و خیلی از آقایون میشه گرفت که اینها در مقابل این تئوری غلط و تفسیر به اصطلاح منحرف از آیه قرآن به اصالت دادن به ولایت فقیه در مقابلش نایستادن. چرا میگفتن ما در اونجا آزادی به اون نمیدادن که صحبت کنیم؟ خب حالا ما که در آمریکا که لااقل از آزادی برخوردار هستیم، چرا این شرایط و این موقعیت رو برای جامعه روشن نمی کنیم؟ اگر به راستی من میدانی پیدا کنم و میزی پیدا کنم و کانالی پیدا بکنم، تمام تجارب مطالعات دینی و اجتماعیم رو حاضرم با کمال شهامت به جامعه خودم تفهیم کنم و این روشنگری رو
با اجازه شما آقای کاردان انجام بدم. ضمن خیلی از شما هم سپاسگزارم آقای کاردان. من از مدیر این رسانه هم سپاسگزارم که واقعا آدم جای پای آزادی اندیشه رو در برنامه شما دارم میبینم. من برای شما و این تلویزیون احترام بسیار زیادی قائلم. ممنونم از لطف و محبتتون آقای دکتر آزادراد و خیال میکنم که بحث بسیار خوبی بود که این بحث رو باید دنبال بکنیم. اما وقتی که صحبت میکنیم به ویژه در مورد مذهب باید تعصب رو کنار بگذاریم و تا زمانی که تعصب داریم و راجع به تعصب صحبت میکنیم و به یک نکته‌ای آنچنان ایمان داریم که نمیتونیم رهاش بکنیم هرگز به منطق نمیرسیم. یادمون باشه که زمانی زندگی میکنیم که حرف اول رو به نظر من علم میزنه و باید به علم ایمان داشت نه به خرافات. ممنونم از لطف و محبتتون آقای دکتر آزادراد. بسیار محبت کردین در برنامه بودین. انشالله در برنامه های آیندم شما رو خواهیم با کمال میل. با تشکر. خیلی سپاسگزارم از شما و بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه. ممنونم از شما بینندگان عزیز، از اتاق کنترل و دوستانمون در تلویزیون. شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. با امید دیدار.